یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین پس از 2 ماه در زندان ماندن برای شنیدن حکم قاضی روانه دادگاه شد. همسر و دختر خانم تیموشنکو به عنوان وکلای مدافع او در جلسه دادگاه حضور دارند. خانم تیموشنکو در آغاز جلسه دادگاه گفت رأی را قاضی صادر نمی کند، بلکه رأی به وسیله رئیس جمهوری صادر می شود. من به مبارزم برای آینده بهتر برای اوکراین ادامه می دهم. مبارزه برای آزادی و عدالت. آخرین جلسه دادگاه یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین صبح سه‌شنبه آغاز شد. در آغاز این جلسه قاضی اتهامات او را قرائت کرد. خانم تیموشنکو به سوء استفاده از قدرت در زمان نخست وزیری متهم شده است و دادستان درخواست 7 سال زندان کرده.